سلام دوستان عزیزم به درس جدید خوش اومدین تو درس امروز قرار 15 تا از جالبترین و رایج ترین اصطلاحات در مکالمات انگلیسی رو با هم دیگه یاد بگیریم پس با من همراه باشید و نکته برداری یادتون نره میریم سراغ اصطلاح اول این درسمون حتما عبارت خداحافظی کردن در اوج رو زیاد شنیدید ببینیم اینو به انگلیسی چطور بگیم finish something on a high note finish something on a high note از این عبارت وقتی استفاده میکنیم که شخصی یک کاری رو در نهایت عالی بودن در نهایت موفقیت به پایان برسونه یا اینکه وقتی در اوج موفقیت و پیروزی هستش یک فعالیت یا کار رو ترک بکنه به مثال دقت کنید after winning the oscar she decided to finish her career on a high note after winning the oscar she decided to finish her career on a high note میگه بعد از اینکه جایزه اسکار رو برنده شد اون تصمیم گرفت که در اوج خداحافظی بکنه حالا که جایزه اسکار رو برنده شده بوده به اوج موفقیت خودش در بازیگری رسیده بوده تصمیم گرفت که همونجا دیگه به فعالیتش در بازیگری خاتمه بده پس خداحافظی کردن در اوج میشه finish something on a high note وقتی کسی مصرانه روی نظرش در مورد یه موضوعی وای میسته و میگه نظرم عوض بشو نیست یه کلام ختم کلام اینو به انگلیسی چطور بگیم That's that That's that مثالش رو ببین I don't give my car to you. That's that. I don't give my car to you. That's that. میگه من ماشینم رو بهت نمیدم. یک کلام ختم کلام. That's that. حتما تا حالا شنیدین که شخصی الان موفقه و امکانات خودش رو داره اما به امید یک موفقیت بزرگتر میاد یه ریسک خیلی بزرگ و خطرناک میکنه و در اصطلاح میگه با این ریسکی که کردم لگت به بخت خودم زدم اینو به انگلیسی چطور بگیم؟ To push your luck To push your luck میشه لگت به بخت خود زدن مثالش رو با دقت ببین I pushed my luck with that project I am glad it went well in the end. I pushed my luck with that project. I am glad it went well in the end. میگه من با قبول کردن این پروژه با قبول کردن این کار لگت به بخت خودم زدم خیلی ریسک بزرگی کردم اما انا خوشحالم که در نهایت ختم بخیر شد و خوب پیش رفت تو پوش یا لاک لگت به بخت خود زدن وقتی میخواین به یه شخصی بگین با من کل, کل نکن سر به سرم نظار میگین don't mess with me don't mess with me مثالش رو ببین I've warned you already don't mess with me I've warned you already don't mess with me, me. میگه قبلا هم بهت هشدار داده بودم که سر به سر من نظاری با من کل کل, کل نکنی. don't mess with me با من کل کل نکن وقتی یه آدمی آب کاه و موزی هستش در اصطلاح انگلیسی snake in the grass رو براش به کار میبریم snake in the grass آدم آب کاه و موزی میگه how could I have ever trusted that snake in the grass how could I ever have trusted that snake in the grass میگه اصلا چطور تونسته بودم به اون آدم آب زیر و موزی اعتماد بکنم Snake in the آدم آبزیر کاه و نزید در اصطلاح فارسی به کاری که بدون نتیجه و بیفایده انجام میشه میگیم آب در هاون کوبیدن. اینو به انگلیسی چطور بگیم؟ Carry water in a sieve. Carry in a sieve. بچه ها این اصطلاح رو اگه بخوایم کلمه به کلمه ترجمه بکنیم به این صورت هستش که شما آب رو در یک آبکش حمل بکنید چون آبکش دارای های زیادی هست پس آب از سوراخ‌ها بیرون می‌ریزه و در نهایت هیچ آبی توی اون ظرف برای شما باقی نمیمونه و این نشون دهنده اینه که یک کاری رو بیفایده انجام دادین کریم وادر این سیو آب در هاون کوبیدن وقتی شما از بین چند تا چیز مختلف یا از بین افراد یک گروه بهترین ها رو جدا می کنید انتخاب می کنید می گلچین کردیم گلچین کردن در اصطلاح انگلیسی چی میشه؟ چری پیک چری پیک چری پیک وقتی اتفاق میافته که همونطور که گفتم شما بهترین ها رو جدا کردین با مثال اینو بهتر متوجه میشین The people on the team were cherry picked by the manager herself. The people on the team were cherry picked by the manager herself. میگه افراد تیم توسط خود مدیر گلچین شدن. اینجا چری پیک به, به عنوان یک فعل مجهول به کار رفته. چری پیک گلچین کردن. در مکالمات انگلیسی به شماره روند در اصطلاح کچی نامبر میگن کچی نامبر Everyone knows his number. His number is catchy. Everyone knows his number. His number is catchy. میگه همه شمارش رو بلدن. شمارش رونده. Catchy number. شماره روند. اصطلاح بعدی که میخوایم یاد بگیریم کاملا این فرمال یا غیر رسمی هستش و در عبارات کاملا محاوره و بیادبانه انگلیسی به کار میره میخوایم بگیم طرف مثل خر تو گل گیر کرده یعنی تو یه دردسر خیلی بزرگی افتاده میگیم to get into deep shit to get into deep shit مثالش رو ببینید I knew I was in deep shit when I dented my mom's new car I knew I was in deep shit when I dented my mom's new car میگه من فهمیدم که تو دردسر سر بزرگی افتادم وقتی که به ماشین جدید مادرم صدمه زدم باهاش تصادف کردم و تو ماشین تو رفتگی جا شد فهمیدم تو دردسر سر بزرگی افتادم to get into deep shit مثل خر تو گیر کردم اصطلاح بعدیمون در مکالمات روزمره واقعا رو پرکابرده. برده میگیم بادمجون بم با آفت نداره A bad vessel is, is seldom broken معنای کلمه ای و ظاهری این اصطلاح به این صورت هستش که یه ظرفی که زیبا نیست یه ظرف بد کمتر پیش میاد که بشکنه ولی در اصطلاح فارسی میگیم بادمجون بم آفت نداره. A bad vessel is seldom broken. مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه. A burnt child dreads the fire. A burnt child dreads the fire. مثالش رو ببینیم. After his first accident, Sam is quite careful in driving now because a burnt child dreads the fire. After his first accident, Sam is quite careful in driving now because a burnt child dreads a fire. میگه بعد از اولین تصادفی که داشته سم حالا دیگه خیلی تو رانندگی دقت میکنه به خاطر اینکه مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسه. A burnt child dreads the fire. وقتی کسی بلد نیست عشق ورزه یا محبت کنه میگه از عشق و عاشقی هیچی سرت نمیشه you have no sense of romance you have no sense of romance she told his husband that he had no sense of romance she told his husband that he had no sense of romance, no romance. میگه اون به همسرش گفت که از عشق و عاشقی هیچی سرش نمیشه حالا یه اصطلاح خیلی جالب یاد بگیریم حالم گرفته شد My heart sank My heart sank بچه اصطلاح Someone's heart sinks به این معنا هستش که شخصی کاملا امیدش رو به زندگی از دست میده ناامید میشه و دیگه هیچ حس خوبی به زندگی نداره مثالش رو ببین My heart sank when I realized we couldn't afford the new house My heart sank when I realized we couldn't afford the new house. میگه وقتی فهمیدم که نمیتونیم از پس هزینه های خونه جدید بر بیایم حسابی ناامید شدم حالم گرفته شد اینجا دقت کنید سنگ گذشته فعل sink هستش حالم گرفته شد My heart sank وقتی ضربان قلب شما در سر هیجان زیاد، ترس زیاد یا حتی یک بیماری بالا میره و قلبتون خیلی تون تون میزنه میگین قلبم داره از جا کنده میشه My heart is racing My heart is racing Someone's heart races یک ایدیم یا اصطلاح پرکاور در مکالمات هستش و همونطور که بهتون گفتم وقتی به کار میره که قلب شما ضربانش خیلی بالا میره مثالش رو ببین She was hot and sweaty and had a racing heart She was hot and sweaty and had a racing میگه اون بدنش داغ بود و پر از عرق بود و قلبش به شدت میزد My heart is racing قلبم داره از جا کنده میشه بحث گذشته رو پیش نکش Don't dredge up the past Don't dredge up the past. Dredge up یک phrasal verb یا فعل عبارتی هست به این معنی که شما در مورد یک اتفاق ناخوشایند یا بعدی که در زمانهای گذشته افتاده الان بشینید دوباره صحبت بکنید و بحث گذشته رو پیش بکشین The article dredged up details of her unhappy childhood The article dredged up details of her unhappy childhood میگه مقاله مشکلات و جزئیات زندگی ناخوشایند بچگی اون رو به تصویر میکشید گذشته ناخوشایند بچگیش رو به تصویر میکشید Don't dredge up the past گذشته رو پیش نکش به پایان درس کاربردی امروز رسیدیم امیدوارم اصطلاحات محاوره ای امروز براتون مفید بوده باشه اگه دوست دارین اصطلاحات کاربردی و رایج بیشتری در مکالمه انگلیسی رو یاد بگیرین روی لینک این ویدیو تو قسمت کامنت کلیک کنید موفق باشید